سلام رفقا، حال شما چطور؟ آقا ایشاله که حالتون خوب باشه و هر جایی هم که هستین سالم و سلامت باشین. من احمد امین هستم و اینجا کانال یوتیوب دنیای مستر پانکه. آقا امروز اومدیم سراغ بازی د پارک، یه بازی ترسناک روانشناسی، و هم میخواییم بریم سراغش و یه فول گیم پلی ازش بزنیم. گیم پلی کاملش فکر کنم کمتر از 2 ساعت باید باشه و سعی میکنیم که طبق معمول توی کمترین زمان ممکن بریم سراغش و ببینیم که چطوری و این حرفا. من خودم قبلا اینو بازی نکردم، یعنی بعد 5-6 دقیقه اولش یه سری پلی دادم و یه ذره موضوعات و این چیزا راجبش خوندم که توی ویدیو بتونیم راجبش صحبت بکنیم. توی این ویدیو می‌خوایم کامل داستان بازی رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببریم جلو. و یه نکته باحال که من همین اول کار باید بهتون بگم، بازی د پارک از روی یه حادثه واقعی ساخته شده و خب این چیزی بود که منو خیلی جلب کرد، توجه منو به خودش جلب کرد و بیشتر باعث شد که بهش علاقه من بشم، بیام سرغش ببینم داستان چی بوده و این حرفا. و همونطور هم که میبینید شرکت فانکوم سازنده بازیه. بازی مال سال 2015، تقریبا 6-7 سال پیش، و بریم سراغش و حالا داخل خود بازی همونطور که جلوتر میریم بیشتر راجبش صحبت میکنیم و میبینیم که چی به چیه. اوکی، این کاراکتری که اینجا داریم مشاهده میکنیم اسمش لورینه، یا یه مادر مجردی که حالا پسرش رو هم اینجا به ما نشون میده. کاراکتر اصلی داستان همین مادریه که ما اینجا دیدیم، که ما خودمون کنترلش رو به عهده داریم توی بازی. و خب پسرش هم که داخل ماشین نشسته بود، کالوم اسمش، و الان اینجا قضیه اینطوریه که ماشینشون رو یه جای پارک کردن و مادره به بچهش میگه که یه چند لحظه تو ماشین بشین، من باید برم یه سرگوشی آب بدم ببینم اینجا چه خبره و برمیگردم. و اینم که داریم اینجا مشاهده میکنیم، گرافیک بازی برای سال 2015 به نظر من چیز قابل قبولیه. اینم باید بگم اصلا حجمی نداره، خیلی حجمش پایینه، رایگان و از این حرفا. حالا کاری با این چیزاش هم نداریم، میخوایم بیشتر داستان جلو ببریم و مفصل میخوام راجع به این قضیه باهاتون صحبت بکنم که این داستان چطوریه، واقعی و این حرفا، یعنی چی اتفاقی افتاده و اینکه بازی ترسناکه. حالا شاید یه ذره جلوتر بریم بیشتر متوجه بشیم. اینجا الان از بلنگو صدا از بلنگوی، حالا اینجا به اصطلاح آتلانتیک ایسلند پارک، یه پارک جنگلیه به اصطلاح، از بلنگو اعلام میشه که پارک تعطیل شده، سریعا دیگه اینجا رو ترک بکنید و داره در رو بسته میشه و این حرفا. اوکی، و اینجا هم که داریم مشاهده میکنیم درهای ورودیه که بسته شدن، با همه یه چیزایی که داخل محیط هست میشه تعامل ایجاد کرد. من میتونم بیام اینجا شروع بکنم و خونم و ببینم چی رو تابلوها نوشته شده، نامه هایی که روی میز و این چیزا پیدا میکنیم، که خب کاری با این چیزا نداریم. از اونجایی که میخوایم سریعتر گیم پلی بازی رو پیش ببریم و این حرفا، زیاد نباید وقتمون رو سر این چیزا تلف کنیم. بریم جلوتر. خب همونطور که میبینید الان اینجا در بسته، ولی اینجا گیت نگهبانیه که یه نفر اونجا نشسته و میریم اونجا شروع میکنه صحبت کردن، یه ذره حالا صحبت و این چیزا میکنه، که حالا با این چیزاش کار نداریم. بیشتر شما به دوربین نگاه بکنید که یه جوری نشون میده انگار لورین حال و روز خوبی نداره، انگار هی داره سرش گیج میره. اون حالا اون نگهبانی که به اصطلاح اونجا وایساده انگار میشناسه لورینو، ارتباط بینشون رو ما فعلا نمیدونیم که قضیه چیه و این حرفا. ولی مشکلی که اینجا رخ میده و داستان به اصطلاح شروع میشه از همین لحظه اینه که پسر لورین یا همون کالوم میاد و به طور حالا یواشکی وارد اون پارک میشه. بعد خب الان پارک تعطیل شده، ولی خب لورین از اون نگهبان اجازه میگیره که بره پسرشو برگردونه به پارکی که تعطیل شده. یعنی ما الان میخوایم با اجازه نگهبان بیایم و وارد این پارک بشیم تا بریم و پسرمونو برش گردونیم. در باز شد و وارد پارک شدیم. اوکی، خب همونطور که میبینیم الان روی پله برقی وایستاده کالومون بالاست و ما باید بریم و بیاریمش. یه نکته رومخی که من تا همین جای بازی رو فقط اومده بودم، یه نسخه رومخیش اینه که آقا جان نمیره بالا، اپل برقی بر بالا با وایسم تا اون تهش. اوکی، بازم داریم با هم دیگه مشاهده میکنیم یه سری اتفاقات عجیب و غریبی که انگار داره دوروبر لورین میفته. و الان از اونجا تا بالا اومدیم انگار اصلا وارد یه محیط دیگه شدیم، با اینکه بیشتر حالت روانی لورین رو داره نشون میده. بریم جلوتر و وارد پارکی شدیم که به نظر وقتی داشتیم واردش میشدیم اینطور نمیرسید، یعنی خیلی به نظر خوشگل تر و تمیز به نظر میرسید، ولی خب الان انگار که اوضاع زیادم اوکی نیست، همه جا تاریکه و یه حس ترسی رو کم کم داره القا میکنه به مخاطب. کالوم اونجاست که باید بریم سراغش رو پیداش بکنیم و بگیریمش و بگیم برگرد طول سگ، ولی خب داره میدو فرار میکنه، ما هم بریم سراغش تا برش گردونیم و بریم سوار ماشین بشیم. خب محیط پارک رو هم که داریم میبینیم، این تازه اولشه البته، مطمئنم جلوتر اتفاقات عجب غریبی میفته. بازم یه سری نامه روی در و دیوار که کاری باشون نداریم. بریم جلوتر.
بسیار خوب، میخواستم راجع به این که چرا بازی The Park یه بازی که از روی یه اتفاق و حادثه واقعی ساخته شده صحبت بکنیم. نکته اول آقا اینه که این محیطی که ما الان داخلش هستیم که خیلی هم محیط بزرگی و حالا باش کار داریم، یه محیط کاملا واقعیه. یعنی این پارک جنگلی آتلانتیسی که ما الان داخلش هستیم از روی یه محیط واقعی ساخته شده که همین حوادث توی اون پارک قبلا اتفاق افتاده، توی سال 1979 یه همچین اتفاقاتی افتاده واقعا، که حالا جلوتر صحبت میکنیم. کفش بچه رو ما اینجا دیدیمش، کفش کالومه که نشون میده که از این سمت رفته. به این سنجابی هم که اینجاست خوب دقت بکنید، چون جلوتر باش خیلی کار داریم و بریم خلاصه دنبال کالوم طول سگ بگردیم ببینیم کجا رفت و این حرفا. اوکی، رسیدیم به یه حالت رودخونه مانند و این بچه سرتق کجا رفت؟ ناش ناش سوار قایق شد رفت اصلا دهنت سرویس. اوکی، چاره ای نیست مگر اینکه این مسیر رودخونه رو از اینجا که برامون راه گذاشته دنبال کنیم و بریم ببینیم که به چی میرسیم. داشتم راجع به داستان واقعی بازی The Park یا حادثه‌ای که سال 1979 رخ داده میگفتم. قضیه اینطوریه که آقا تو همین سالی که بهتون گفتم 1979 داخل یه پارکی توی جزیره سولومون توی سواحل غربی فلان و این چیزای جزیره سولومون که اصلا خدا میدونه کجای نقشه جغرافیای کره زمینه، اینو ببین حس بدی دارم، بذار اینجاش رد بکنیم. یه خرس اونجا میبینم پشت فرمون نشسته و نپری. نه کاری با همون نداره، ولی خب چیز عجیب غریبیه، کاری باش نداریم. بریم جلوتر و داشتم میگفتم توی جزیره سولومون تو سال 1979 یه پارکی بوده به همین شکل دقیقا، با همین جغرافیایی که اینجا داریم میبینیم و یه اتفاقات عجیب و غریبی توی اون پارک میفته. چندین بار ادعا میکنن حالا اون کسایی که توی اون پارک بودن که اونجا روح دیدن و حالا چیزای عجیب غریبی دیدن که انگار داشته تکون میخورده بدون سرنشین، ماشینای اسب بازی داشتن تکون میخوردن. و دیگه اوج حادثه اونجاییه که یه سری حالا یه فضایی داره که احتمالاً باید جلوتر توی همین بازی هم ببینیمش، ولی خب مشاهده میکنین دیگه اینجا رو پارک محیط باحالی هم داره. اوج حادثه دیگه برمیگرده به جایی که ماشینای اسب بازی یا ماشینای چی بود بگم، ماشینای برقی میگن چی میگن، بدون سرنشین شروع میکنن به تکون خوردن، رانندگی کردن و یه تصادف بزرگ رخ میده توی پارک و حتی چند نفر هم کشته میشن. بعد آقا این آخرش هم نیست، یعنی من همون اول بازی هم بهتون گفتم که این مجسمه سنجابی که اینجا هست رو بهش دقت بکنید چون جلوتر باش کار داریم، چون اصلا قضیه بازی The Park یا همون حادثه‌ای که واقعا توی سال 79 میلادی رخ داده برمیگرده به همین سنجابه. اونم اینه که آقا جان یکی از کارمندای همون پارکی که اونجا بودیم و اون حوادث توش رخ داده و این حرفا، حالا به اصطلاح از این لباسای دلقک مانند و این چیزا پوشیده بوده که لباس سنجاب بوده و خب توی روز حادثه این کسی که حالا لباس سنجاب به تن داشته و این حرفا، فکر کنم با این نامه زیاد کاری نداریم، ولشون کن خب بخونید چی بشه، اینم که داره اینجا میچرخه. و خب خلاصه اون کسی که لباس سنجاب به تن داشته ویدیوهاش هم هسته، حالا نمیدونم که میتونم توی همین ویدیو از ویدیوهاش استفاده بکنم یا نه، فکر کنم درجه سنی ویدیو رو یه ذره میبره بالا و مشکل ساز میشه برام، ولی ویدیوهاش هم هست اگه بخوایم سرچ بکنین اون چیزا توی حقایق پشت پرده اتفاقات بازی The Park و این حرفا. و اون شخصی که حالا لباس سنجاب به تن داشته یهو حالا میزنه به سرش و چندین نفر رو با یخ شکن میکشه و خلاصه یه سری اتفاقات وحشتناک میفته که پارک رو برای همیشه تعطیلش میکنن. این اتفاقات افتاده توی واقعیت، الان اون پارک یه جای متروک هست که هیچ کس حق نداره واردش بشه توی جزیره سولومون و این بازی دقیقا الان توی محیط همون پارک داره رخ میده. و خلاصه بریم جلوتر ببینیم که به چی میتونیم برسیم. خیلی برام عجیبه چون پارک تعطیله ولی اینا دارن اینجا بر خودشون میچرخن و احتمالاً راه باید از این سمت باشه، ولی چیه میگه بیا سوار شو. اینجا چی داریم؟ گزینه سری کردن سرعتش و کم کردن سرعتش. فکر کنم اگه سرعتش رو کم بکنیم که این بیاد و این گوشه برام وایسه، آره میتونیم بریم سوار شیم. میگه وقتی داره تکون میخوره نمیتونم سوار شم. خب وایساد دیگه. آره خب سوار این ترن هوایی ها شدیم.
باحاله، تو پارک نشستیم و سوار ترن و بریم ببینیم که چی میشه. این دوربرش هم نگاه میکنه، داره سرعتش زیاد میشه، داره سرعتش زیاد میشه و امیدوارم اتفاق عجیب غریبی اینجا نیفته. یه ذره نمیدونم چرا حس بد گرفتم، چون خودش کرکترمون هم یه ذره مشکل اعصاب و این چیزا داره. این دیگه چه کوفتی بود، داره میبینتش، فکر کنم چیزی اونجا نیست. چی شد؟ همین؟ وایساد. اونجا وایساده، اونجا وایساده، توی اون روبرو دقیقا داره گزینه همون جایی که وای قاطی کردم، همون جایی که کلید کم و زیاد کردن سرعت بود، این تو وایساده بود، دقیقا اینجا بود، داشت سرعت رو کم و زیاد میکرد، ولی خب الان نیستش. بریم جلوتر ببینیم به کجا میرسیم. این دیالوگایی هم که حالا داره خود کرکتر لورین میگه دقیقا به کرکتر خود لورین برمیگرده، به اینکه حالا چه مشکلاتی رو تحمل کرده. یه نامه اینجا برامو گذاشته روی دیوار. بابا گندت بزنه، ای چه گفتی بود؟ ولش کن، راه از این وره آقا، ولم کن. دقیقا داشتم میگفتم این حالا دیالوگایی که میگه برمیگرد به اینکه لورین چه مشکلاتی رو تحمل کرده وقتی که پسرش کالوم به دنیا اومده، حالا از شوهرش جدا شده و مشکل اعصاب و روان پیدا کرده و این چیزا که حالا توی اتفاقاتی هم که طول بازی میافته داریم میبینیم، هی داره انگار یه چیزایی میبینه که وجود خارجی ندارن. و فکر کنم رسیدیم به همون جایی که دقیقا خودشه. محوطه‌ای که اینجا داریم با هم دیگه میبینیم و خوب دقت بکنید، چون اگه من دقیقا روی همین ناحیه، بذار بریم جلوتر دقیقا از جلوش وایسیم، اگه دقیقا توی این ناحیه من وایسم و این عکس رو به شما نشون بدم، حالت عکس دقیقا جاییه که حالا اگه شما یه ذره سرچ بکنید این چیزا توی اینترنت، حتی تو خود یوتیوب و این چیزا، میبینید که حادثه واقعی همینجا رخ داده که ماشینا شروع میکنن به حرکت کردن، به هم میخورن و حتی از مسیر منحرف میشن. و بذار ببینم میتونیم سوار اینم بشیم، دکمه چیزی نداره مثل اون قبلیه؟ نه به نظر نمیشه سوارشون شد، ولی اون جلوتر یه نوری میبینم که این ور چه تخه خبره، یه صدایی داره میاد، یکی از ماشینا ببینین چراغش روشنه، نمیدونم یعنی باید بریم سوار شیم یا نه، ولی خب طبیعتا توجه جلب میکنه که بریم سمتش. آها میگه گزارش روی ماشین رو بشین بخون. یه نکته جالب هم راجع به بازی بگم، این چیزایی که اینجا داریم میبینیم واقعا همون نامه ها و پیام هایی هستن که توی این پارک، یعنی اتفاقاتی که افتاده رو داره توضیح میده. حالا اون کاری باشون نداره. چی شد؟ بله بله ماشینا شروع کردن به حرکت کردن، خودش یهو چرخید. من خب یه مسیری فکر می‌کنم برامون باز کرد، اینجا هم نمیدوه کرکتر، فقط آروم راه میره. و اول بازی گفتم ترسناک روانشناسی، دقیقا همینه، مش این حالت‌های تصویر که اینجا می‌بینیم، جلوه‌هایی که بازی رو ترسناک می‌کنه، شاید حالت از این جامپ اسکرا و این چیزا نداشته باشه، ولی خب این اتفاقات بازی با محیط و این چیزایی که داره بازی رو یه ذره ترسناک می‌کنه. تا اینجاش دوستش داشتم، باحال بوده. من فقط اتفاقاتی که به جریان واقعی 1979 و این چیزا ربط داشته رو خونده بودم، خود بازی رو تجربهش نکرده بودم، ولی خب داره همینطور جذاب‌تر میشه. خب بریم جلوتر. چه چرخ و فلکیه، امیدوارم مجبور نشیم سوار شیمو اون یارو رو دوباره تو حلقمون ببینیمش. دیالوگایی هم که اینجا داره میگه یه سری چیزا داره میگه که با پسرمو پیدا کنم و برش گردونم به ماشین و یه سری صحبت های دیگه. بریم جلوتر و
به نظرم بخوایم نخوایم باید سوار این چرخ و فلکه بشیم، پس بریم سمتش. ورودیش کجاست؟ اینجاست. اوکی رسیدیم، دقیقا هم عین خود پارک، یعنی مو به مو شبیه سازی شده. و آره دقیقا دکمه کاهش سرعت رو باید بزنیم تا این بیاد و وایس اینجا وایسات فکر کنم. آره لطفا خبری نشه. این چی میگه اینجا؟ آها میگه بزن روش و برو سوار چرخ و فلک بازی و این حرفا. خب سوار چرخ و فلک شدیم، آماده هر چیزی باید باشیم. مطمئنم یه خبری میشه چون هیچ دیالوگی هم نمیگه، قطعا یه خبری باید بشه یا یه چیزی باید ببینه. بکنم دره بازه نیفته، از این ورش ولی بسته است، پس این ور بعید میدونم چیزی بشه این وره. خب شروع کرد به دیالوگ گفتن و بکنم که دیگه خبری نشه، ولی محیطش خیلی باحاله. یعنی من واقعا توی خیلی از بازی ها دوست دارم همینطوری بذارم کنار، شروع کنم به لذت بردن از محیط چون خیلی حس خوبی رو القا میکنه و اینم واقعا جذابه به نظرم، با توجه به حجم خیلی کمی که بازی داره و اینکه مال 6-7 سال پیشه به نظرم خیلی هم جذابه. داره میچرخه و میاد پایین تر، هیچ اتفاقی هم نیفتاد و داره همینطور صحبت میکنه و از اتفاقاتی که افتاده، که شوهرش چقدر اذیتش کرده و اینکه اصلا دلش نمیخواسته که کالوم به دنیا بیاد چون نمیخواسته مادر باشه و از این قبیل چیزا داره صحبت میکنه و میگه که هیچ وقت نتونسته اونطور که باید و شاید از بچهش نگهداری بکنه، مراقبت بکنه. نمیدونم چرا اسم میکنم الان یه چیزی میشه اینجا. بله اینجا وایستاده دوست عزیز. نمیدونم چرا وقتی پیاده میشیم نیستش، هیچ جایی هم نیست. خب یه مسیر از اینجا داریم، یه مسیر هم از اونجا داریم. از این ور میرم، فکر کنم اون ور بسته بود، یعنی به ناچار باید برمیگشتیم آخرش. توی این چرخ و فلکه که اتفاقی نیفتاد، بریم ببینیم که بخش بعدی که باید باش روبرو بشیم چه خبره و این حرفا. بریم جلوتر، از روی این پله باید رد شیم. محیط هم که درجه یک. این شکسته، راهی نداره که از اینجا خیلی رد شی. اینا برگردم، اطرافش هم که قطعا راهی نداره. بله راه از این ور نبود. خب همونطوری که اینجا میبینیم یه مسیری هست و اینم یکی از اون، حالا به اصطلاح اینم چی بهش میگن، اتاقک های چرخ و فلکه هست چون اینجا افتاده و یه عروسک توشه. این دیگه چی بود؟ اوکی برام مسیر رو باز کرد. بریم ببینیم که چه خبر میشه. بعید میدونم که این اتفاق واقعا در حال افتادن باشه، یعنی همش حس میکنم که کرکتره این مشکلات رو داره که این چیزا رو تصور میکنه. اصلا نباید اینجا اینطوری بشه، چرخ و فلکه یهو بیقل بخوره بیاد برام درخت رو بشکونه را باز کنه. اینجا هم داره از اینکه چقدر بقیه ای مردم هی از بچه ها خوششون میاد و این چیزا صحبت میکنه، در حالی که خودش اصلا دوست نداره بچه ها رو. اصلا اینکه مردم هم حتی میان شروع میکنن میگن که نمیدونم بچه من داره میخونه را میره و این چیزا، میگن ذوق میکنن ولی من اصلا خوشم نمیاد و این چیزا رو داره میگه که نشون میده اصلا دلش نمیخواسته اصلا کالوم حتی به دنیا بیاد، ولی خب الان داره میگرده دنبالش. بریم و او وارد این ترن هوایی ها شدیم، یه بخش دیگه پارک. مطمئنن باید سوارش بشیم، بریم سراغش. بسیار خب سوار ترن هوایی شدیم. این همش این دیگه چیه؟ میبینینش؟ پشت سرمون نشسته. داره شروع میکنه به صحبت کردن با خود لورین.
میدونی این اصلا خب جز یعنی خب طبیعتا نباید جز اتفاقاتی باشه که توی حقیقت رخ داده توی این پارک، ولی خب از اونجایی که بازی ساخته شده از روش یه سری چیزا بهش اضافه شده که حالا به هر حال حس ترس رو بیشتر القا بکنه، یعنی میخواد چیکار بکنه؟ نمیدونم چرا نمیترسم ازش دیگه، اون اول فکر کردم چیز خریه، ولی داره همینطور صحبت میکنه. لورین بهش میگه که فقط بلم کن برو، نه بهش میگه که احمق تو همیشه هم اونجا بودی. فکر کنم الان میخواد بره، یعنی بکوبه بره همینطور جلو. چی شد؟ داره یه صحنه های دیگه رو میبینه همزمان، امیدوارم چیزی نشه. خب بعدش به نظرم نمیدونم چرا حس میکنم جایی که داره میبینه انگار بیمارستانه. کجا میخواد بره الان؟ تموم هم نمیشه. اون یارو کجا رفت؟ دستاش نیست. تو خیالش بچه هرم زیر گرفت و مطمئنم که تو اون اتاقه کس مطمئن نشونش نداد دیگه این دفعه. هنوز بریم پایین و باید مسیر از اینجا ادامه پیدا بکنه. وارد این اتاقک ها اینا هم نمیشه فکر کنم. آها یه چراغ قوه پیدا کرد و این چراغ قوه و اوزار خیت میکنه همیشه. بریم تو بازی ترسناک اصلا چراغ قوه وقتی دیدی با بترسی بیشتر. درها هم که طبق معمول باز میشن از علکیه چوبه. حالا تا اینجا داره همچنان کرکتر صحبت میکنه و از بدبختیاش میگه و این حرفا. ما هم داریم ادامه مسیر رو میریم، ولی چیزی که من مطمئنم اینه که ما داریم برمیگردیم، چون الان دوباره داریم میریم سمت چرخ و فلک و این حرفا. رو امیدوارم که گم و گور نشیم تو این پارک، مسیر درست باشه. بریم ببینیم به کجا میرسیم. خب بازی سیف کرد، یعنی درست اومدیم. میدونی فکر میکنم اونجایی که رفتیم یه چک کردیم یه پلی شکسته شده بود و نمیشد ادامه داد و این حرفا، فکر کنم الان باید بریم سمت همونجا و با یه اتفاق ماورایی دیگه اون پله باید برگرده سر جاش. ببینیم که چی میشه. نقشه پارک هم اینجا برای ما زدتش خیلی باله، باید واقعی هم هست، خیلی جالبه. خب بریم و این سمت بود اگه اشتباه نکنم، یه قسمت دیگه از پارک اونجا بود که نمیشد بهش برسیم چون شکسته شده بود و به نظرم هنوزم شکسته. جلوتر متوجه میشیم. چه خبره اینجا؟ اوی که نمیشه ازش رد شد. بپر. داره بچهش رو صدا میکنه. میگه دیگه نمیخوام بیشتر از این باید بازی بکنم. قایم موشک رو میگه فکر کنم. خب چی شد؟ میگه این یه بازی نیست کالوم. میتونم کمکت کنم. برگرد. کجایی کالوم؟ و دیگه شروع کرد به گفتن دیالوگای تکراری، ولی خب مسیر به نظر این نیست. نمیدونم، یعنی در حال حاضر که رد نمیشه از اینجا. نه آقا مسیر اون نبود. و آقا اگه اون مسیر اون نبود چرا سیف میزنی؟ بدبختی هامو سیف میکنی؟ بگو مسیر اون نیست. این همه را برگشتم الکی. اوکی دوباره اومدیم سمت این ترن هوایی و باید مسیر پس از این سمت باشه دیگه. وقتی نیازی نبوده که برگردی، یعنی مسیر از روبروه. دقیقا ما اون سری پیچیدیم چپ رفتیم توی ترنه و الان همونطور که اینجا هم نقش داره باید اصلا روبرو رو میرفتیم. یه نگاه ننداختم ببینم این برم مسیره یا نه، این همه رفتیم چرخیدیم. آره بابا همونجا مسیر همون روبروه و این طرفم که ولش کن دنبال حاشیه نریم. تو این بازی های ترسناک اصلا دنبال حاشیه نباید بری خدایش. مسیر بازی برو، چه کاریه؟ همینم هست دقیقاً همینه. چه خبره اینجا؟ هیچ خبری نیست که. روزنامه برمون داشتن نمیخونم. چی حوصله داری؟
بریم جلوتر. دوباره اینجا هم که هیچی نیست. حس میکنم یه چیزی اینجا دیدم، میکنم مسیر همین اینجاست، این توه. دقیقا مسیر اینجاست. اوب این چیه دیگه؟ چی شد؟ هنوز راهو پیدا نکردم و نکته جالبتر، جایی که ازش اومدیم درش بسته شد، یعنی دیگه نمیتونی برگردی. و هنوز هیچ راهی اینجا نیست، از همه سمت درا بسته است. این دیگه چیه؟ این اینجا نبود. نپری نپری نپری، الان میپره. نه پس پشت سرمه، پس پشت سرمه، این نپره پشت سر. چی شد؟ سنجابه بود؟ همون افسانه سنجابی که بهتون گفتم توی همین پارک این اتفاق افتاده، یه نفر با لباس سنجاب شروع کرده به قتل عام و این حرفا. یکی به من بگه مسیر از کدوم سمت تو این بازی؟ یه قرص این وسط گذاشتن، میگه قرص و میگه آره اینا مال منه، چون خب مشکل اعصاب و این چیزا داره، از قرص استفاده میکنه کاراکتر. بیا قرصشو خورد، اصلا رفت توی دنیای دیگه، اصلا نمیدونه کجاست الان. این سال 1980 هم که اینجا میبینی، حتی دهه 1980 که اینجا میبینیدم، دقیقا همونه که برمیگرده به داستان بازی که بهتون گفتم، که این اتفاق واقعا تو سال 1979 افتاده که حادثه این پارک و این چیزا. یه سری نوشته عجب غریب هم رو در و دیوار میبینیم که کاری باش نداریم. خب اینور که کردم نمیشه رد شد، ولی خب میشد. و این رفیقمون هم اینجاست، بریم پیشش. چرا هول داد؟ آها میگه از این ور نمیتونی بری، از این ور نمیرم، از اون ور میرم. خیلی مسخره بود اینجاش. اینا رو میتونیم بزنیم بهش. اوکی. بچهش کالوم پدر سوخته اینجاست، گفت به من دست نزن. اگه به من بوده که برسیم خونه به خدمتت میرسم. خب دوباره فیلم شد، دوباره فیلم شد. داره انگار یه سری زخم رو دستاش میبینه لورین، و حتی همش ما دیگه میدونیم الکیه اینا، و بکنم قش کرد. خب روی زمین افتاده، بلند شد، هنوز تار میبینه. این دهن ما رو سرویس کرد با این دیدناش. بریم جلوتر. خب دری که بسته بود برای ما باز شد و اومدیم سراغ یه سمت دیگه یه پارک دیگه. فهم کنم باید کم کم این کالوم پدر سوخته رو پیداش بکنیم. اون روبروه، مطمئنن الان هدفمون اون روبروه، جایی که اول بازی هم از کنارش رد شدیم. ما اول بازی از این سمت اومدیم، از اون پله برقیه اومدیم بالا، این پدر سوخته از این ور داشت میدوید میرفت، دنبالش کردیم و رفت سمت رودخونه. ولی الان مطمئنن باید بریم سراغ دهن این یارو که بازه، مطمئنن اتفاقات خوبی توش نمیفته دیگه، باید بریم سراغش به ناچار. آقا اومدیم سراغ ادامهش و وارد اینجا شدیم و همونطور که میبینیم برق نیست، تاریکه. و اون چراغ قوهی که اون سمت پارک پیداش کردیم و اینجا داریم ازش استفاده میکنیم. اینجا دیگه اوضاع خیتتر از قبله. خب بریم جلوتر. همون یه تیکه فقط تاریک بود، اینجا باز قابل دیدن. یه ذره نامه داریم که باش کاری نداریم و میترسم پشت اینا یه چیزی باشه. بریم جلوتر. تو آینه خودش رو میبینه و خب محیط بازی اینجا اصلا ندیدمش، چیزی نیست بابا، این چیز هست رو زمین بود. اوکی پا پره اینجا، باید دقت بکنیم. دوباره
من چرا یه لحظه حس کردم پشت سرم یه چیزیه، ولی نه نبود دیگه. اگه رو زمین رو هی نگاه بکنیم، اینجا الان یه چیزی نبود؟ مطمئنم که بود. آینه نامه یه در اونجاست. بذار قبلش بریم سراغ این دره. باز نمیشه. خب دوباره سنجابه. خودش پشتش بود. خب خب بریم بالا. پشت اینا چیزی نباشه. خب خبری نیست. خب 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 اون جلو رو اگه دقت بکنید سایه اون یارو رو من دارم میبینم، یعنی خودش باید این سمت باشه. فقط سایه شه. بازم آینه، بازم از اینا. اوضاع خیته. نمیدونم چرا حس میکنم خیلی اوضاع خیته. چرا اینوری شد؟ شایدم دیگه من خیالاتی شدم. بریم جلوتر. این چیه؟ دستگاه برقه. بکنم مسیر از اینجا باید باشه. یه صندلی، یه نامه، یه نپری چیزی بیرون. خب مسیر از اینجا نبود. یه رادیوی چیزی هم اون گوشه است. خب اگه چیزی نپره تو حلقمون با محیطش میشه کنار اومد. از این وره دیگه، از این وره. اینجا رو که اومدیم از اینجاست. چرا چراغ روشن شد؟ وایسا ببینم. من پشت سرم این برقش اینجاست. بی خیال بی خیال به هواشی نپردازیم، فقط جلو بریم. این الان میپره. ببین اینجا آماده باشیم. بیا بریم جلو. بازم آینه. خب بازم آینه سمت چپ. نمیدونم مسیر از کدوم سمت. از اینجا میرم. چه تو در توی شد این تهش. چی بود؟ آه این بود. اصلا نفهمیدم. اوکی یه مبلمون پشته و مسیر باید همین باشه. باید همین باشه مسیر. خودش در رو برامون باز کرد. یا خدا بریم جلو. اوه 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 اون رفیقمون هم اون پشته. بریم باید بریم پیشش. باید بریم پیشش. فقط قبلش اینجا رو هم یه چک بزنیم. خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. باید بریم. در رو باز کن. برو پایین. آروم آروم آروم. ندو ندو. آروم برو. لام هستم. خیلی بده اینجاش. خب 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 طبیعتاً این در باید باشه. وارد یه اتاق دیگه شدیم. یه نقاشی رو دیوار، یه کتاب. اینجا کاری باش نداریم. یه عروسک. این هم داره همچنان شروع میکنم به دیالوگ گفتن. پسرمو که پیدا کنم میریم خونه و فلان و یه حرفا. یه کلاه اینجاست. آقا من یه چیز عجیبی اینجا فکر میکنم. به نظرم اینجا دیگه پارک نیست. اون محوطه ای که خیلی عجیب شد. یه ذره انگار زیادی فاز روانشناسی و اینا رو واردش کرد. چون توی یخچال چی داریم؟ خب چون که به نظرم از داخل محیطی که
پارک بود وارد خونه خود لورین شد یا او. و اینجا چه خبره؟ تلویزیون، یه دونه نامه دیگه، یکی دیگه، یک اسباب بازی و یه دری که اینجاست. دوباره یه نامه دیگه، یه نوشته و یه دری که باز میشه و مطمئنم اینجا بودیم. اینجا بودیم، رفتیم جلو، دوتا در سمت چپ بود، یکی روبرو. وای چی شد؟ در بسته شد. خب بایست ببینم باز میشه؟ باز نمیشه. اینجا که یه شیشه بود، باز نمیشه. این باز شد. دوباره وارد همون جا شد و در بسته شد. این دوباره همون عروسک. وای چرا یهو فکر کردم یکی اینجا نشسته؟ یه چیز عجیب، من این فکر کنم این تکون خورده، این اینطوری نبود دور قبلی که اومدیم اینجا. خب قبول کنیم این الان پارک نیست، این خونه خود لورینه و اتاق بچه‌شه، چون با نقاشی‌هایی که روی دیوار کشیده شده. و بریم جلوتر ببینم. اه، بازم با یه صدای عجیبی گفت به من لمسم نکن، یعنی تو یخچال. آقا این وارد یه، نمیدونم توضیح دادنش خیلی به نظرم اتفاقی نیفته اینجا الان، توضیح دادنش یه ذره به نظرم سخته، ولی گوشتا یا حالا مرغ هر چیزی که هست دور قبلی که وارد خونه شدیم تازه بود و الان فاسد شده. این نشون میده زمان گذشته و بچه این دفعه شروع کرد به فرار کردن از دستمون. من فکر میکنم ما وارد یه لوپ شدیم، قبلا هم کم از این بازی های لوپی نرفتیم. مطمئن صدا داره میاد، صدای بدی هم میاد. دقیقا یه در دوباره اون جلوه که اگه ما بازش بکنیم احتمالا دوباره وارد همون راه رایی میشیم که دوتا در سمت چپ داره و دقیقا همون اتفاق افتاد. در پشت سرمون بسته میشه، دوتا در کار نمیکنه، در روبرو. چقدر زیاد شده این لوپ ها توی بازی های ترسناک به خصوص. بریم جلوتر. نقاشی که اینجا بود ببینید به چه روزی در اومده. و جلوتر که اتاق خود کالوم باید باشه. میبینید نقاشی ها رو؟ مطمئنم اگه کتاب ها و اینا رو هم میبیدیدیمشون که چی توشون نوشته از رو متناشون هم میشد فهمید. ولی همون نقاشی هایی که دو دفعه قبلی که وارد خونه شدیم پر از انرژی مثبت بود همه الان منفی شده. این نشون دهنده اینه که کالوم و مامانش چقدر از هم دورن، چون مادره تو طول بازی همینطور میگفت که اصلا دلش نمیخواسته که کالوم به دنیا بیاد و این حرفا. اینجا خون میبینم رو زمین و پنکیک اینجا داره میچرخه. این دره این دفعه باز میشه؟ نه همچنان. ولی توی یخچال اولی نیست، باز نمیشه. و صندلی که رو زمین افتاده، این خونیه و اینجا یه دری که اینم باز نمیشه. باز نمیشه، دوباره باید از روبرو بریم. همه چی این دفعه به هم ریخته. فکر کنم دفعه بعدی چی شد؟ در نیست اصلا و دوباره وارد همون لوپ شدیم. این دفعه اوضاع خیلی خطریه مطمئنم، چون که دفعه پیش خودش خیت بود، این دفعه دیگه درم بسته شد. ببین به چه روزی در اومد این خونه. ببین اینا همش نماده ها، یعنی داره برای ما داستانگویی میکنه با همین عروسکایی که اینجا هستن و این نقاشی که هر سری داره اوضاعش خیت‌تر میشه. به چه روزی در اومد این خونه؟ اتاق کالوم،
که از هر لحظه وضعش بدتره. خیلی اینجا اوضاع خیته. بذار یه دور اینو امتحان کنیم. بازم باز نمیشه. تو یخچال یخشکن هست. در باز شد. یا خدا. یخشکن میخوام چیکار بکنم الان؟ نمیچرخد. این در بسته شد به جاش. این چرا تو اجاقه؟ اگه دقت بکنیم نوشته من دوستت دارم بعد سوزوندتش. یعنی اینا همه کار کالومه. الان این دری هم که اینجاست که باز شد. آقا اینجا نمیخوام من برم این تو. این در قفله. یعنی باید برگردم الان. نه اینم قفله. صدا را رفتن داره میاد. آقا نکن با من نکن این کارو. این اول بازی اینطوری نبود. اون بس نمیمد. در باز شد. صدا را رفتنم که میومد. الان میپره تو حلقم دیگه طبیعتا. این دوتا با هم دیگه این معنی رو میده. صدا را رفتن میاد. همین. به 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 باز نمیشه. باز نمیشه. همین الان داشت میکوبیدش. باز نمیشه. آقا نکن با من این کارو. کانجورینگ مگه؟ اینجا هم که اوضاعش خیته. بریم جلوتر. دوباره وارد لوپ بعدی. ایچ بعدی میخواد چی بشه دیگه؟ برو پایین. حسن میگه این آخرین دوره. باز شو. عروسک ها رفتن. در بسته نشد. چرا این دفعه اون عروسک هایی که اینجا آویزون شده بود رفتن. اوه اوه داره بیشتر میشه همینطور. داره میریزه. میبینی این داره همینطور خون میچکه. و اینجا رو ببین. جنازه. اصلا فکر نمیکردم اول بازی کار به اینجا بکشه ولی ترسناکه. تو یخچال. همچنان یخشکن داخل عروسک. بکنم بریم زودتر. بریم زودتر سرتاشو هم بیاریم. بسته دیگه من نمیکشم آقا. بسته. در باز میشه. نه داره دیوونه میشه دیگه این کاراکتر لورین. اوه خبری نیست. خب چرا همش میترسم یه اتفاقی بیفته. بازم وارد لوپ شد. در بسته شد. خب چی شد؟ از داخل اون خونه اومد بیرون دیگه و داره دوباره شروع میکنه به دیالوگ گفتن. الان به نظرم میرسه که دوباره وارد همون پارک شدیم ولی خب اینجا خیلی تر و تمیزه. از اون جایی که بودیم اومدیم بیرون. تو دیالوگاش میگه من هیچ وقت نمیخواستم. حالا به اصطلاح فکر کنم ویچ رو اینجا عجوزه ترجمه بکنیم بهتر از جادوگره. میگه هیچ وقت نمیخواستم این آدم پیر بدقنه غیر میدونم فلان باشم ولی خب انگار شدم. انگار مادر خوبی نبودم. خب بریم جلوتر. این کتاب رو دیگه باید میخوندیم. کتاب هانسل و گرتل رو اینجا گذاشته. یه صدایی اومد از پشت سرم. اینجا اصلا در نبود. برگام چیه روی زمین؟ سیمه دیگه. او دوباره وارد برق شده. جنراتور فیلم شد.
داره پسرشو صدا میزنه. چرا اینطوری حالت گرافیکیش؟ اوه پسرشو پیدا کرد. یه کفشش هم نیست، همونطوری که اول بازی پیدا کردیم کفششو دراز کشیده روی یه حالا میز سنگی. اوه اون سنجابه اونجاست. واقعا نمیدونم چه اتفاقی میخواد بیفته. اوه آقا این دست همون کاراکتر منفیه که هی طول بازی میومد و یخ شکنی که داخل یخچال بود و داره مجبورش میکنه که به کالوم آسیب بزنه یا حتی کشتش. بچهشو کشت. چی شد؟ خود لورین کالومو کشت و الان بکنم داخل اتاق بازجویی باید باشه و اومدن باش صحبت بکنن و انگار همه این اتفاق افتاده. واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یه نفس عمیق بکش و ببین که بگو که آخرین باری که پسرتو دیدی کجا بود و این حرفا. گریه میکنه. یه هم قلبم هم ذهنم همیشه برمیگرده به پارک جزیره آتلانتیک. من فکر میکنم این همون دیالوگی بود که بازی باهاش شروع شد و بازی رو با همون دیالوگ تموم کرد. تمام پارک. اوه خب میدونی اصلا انتظاری همچی پایانی نداشتم، یعنی فکر میکردم نهایتش اینه که بچه رو پیدا میکنه دیگه، ولی خب بچه رو کشت. حالا اینکه واقعا بچهش رو کشت یا مثل همون چیزهایی که میدیدشون، مثل اون حالا اون کاراکتر منفی بوگیمن، مثل حالا توی بازی بوگیمن گفته شده، مثل اون کاراکتر خیال بود همه اینا یا نه نمیدونیم. ولی چیزی که من خودم برداشت شخصیمه، این بازیش از اون بازیایی بود که پایانش باز حقیقت، یعنی هر کسی میتونه یه دیدگاه مختلف راجبش داشته باشه، ولی خب چیزی که من خودم حس میکنم اینه که تمام این همه این قضیه پارک، همه این چیزایی که لورین میدید، همه اینا نمادهایی بود از اینکه چقدر پشیمونه از اینکه حالا میشه گفت رفتاری که باید و شاید و نداشت با پسرش کالوم و ازش دور شده بود، وارد اون لوپ های بازی که شده بودیم اینو میفهمیدیم که هر دور که میرفت جلوتر، یعنی زمان که داشت میگذشت، چقدر اون خونه ای که باید شاداب و سرزنده باشه اوضاعش خیت شده بود. اینم کاراکتر کالومه که اینجا داره نشونش میده با اون عروسکی که دستشه و پایان بازی The Park. کاملا یه بازی روانشناسی بود، بگی نگی ترسناکم بود، نه آنچنان زیاد، آخرش یه ذره حالا ترس محیطی داشت، ولی به هر حال من که خوشم اومد ازش. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه و نظراتتون رو بر من بنویسین. خیلی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو بر من بنویسین و مثل همیشه هم لایک و کامنت و سابسکرایب، زیاد وقت نمیگیره خودش 5-6 ثانیه میشه همش، اگه دوست داشتین بزنید. و بقیه ویدیوهای منم اگه دلتون خواست تو کانال یوتیوب دنیای مستر پانک میتونین تماشا بکنید. زیاد میایم سراغ اینجور بازی ها و بازی های دیگه و خلاصه که دمتون گرم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و نمیدونم شوکم از پایان بازی، شوکم خیلی عجیب بود برام. دمتون گرم، خیلی متشکرم ازتون. تا ویدیوهای بعدی، فعلا. We'll be right back.